من دیگه یه زندگی خیلی روتین داره، ولی تو یکی از سفرهاش با مردی آشنا میشه که همه زندگیش رو تغییر میده. گیلاسیا سلام، امروز براتون مهمترین فیلم سینمایی دنیا رو آوردم، فیلمی به اسم فایت کلاب یا باشگاه موش‌زنی که ساخته دیوید فینچر، یکی از بهترین کارگردانهای هالیوود، که قبلتر فیلم سونش رو گذاشته بودم توی کانال. این فیلم به شدت به همه آدما پیشنهاد میشه که حداقل یک بار ببیننش، به خاطر اینکه محتواش کاملا زندگیتون تغییر میده و باعث میشه یه روی جدیدی از خودتون رو بشناسید. قبل از اینکه فیلمو با هم ببینیم، من میخوام یه کلمه رو براتون تعریف کنم، کلمه به اسم مصرفگرایی. مصرفگراها افرادی هستن که کاملا از زندگی دنیا کلا جدا، یعنی نمیتونن از لذت‌های آزادی و یه زندگی خیلی عادی استفاده بکنن، ولی با این حال با همون درآمد کم، با همون زندگی داغونی که دارن، همش سعی میکنن لوازم جدید بخرن، با مود پیش برن تا به خودشون القا کنن که زندگی خوبی دارن. به این افراد میگن مصرفگرا، و توی این فیلم خیلی در موردش صحبت میشه، برای همین بعد از الان بدونیدش که راحت تر درکش کنید. حتما هم تحلیل آخرش رو گوش بکنید، چون میگم این فیلم مثل فیلمای عادی نیست، خیلی خیلی بحثای مهمی پشتشه. بریم ما هم فیلمو ببینیم، حواسمون به اسپور کامل صحنه قشنگش هم باشه. با شروع فیلم راوی فیلمو ببینیم که توی شرکت کار میکنه و یه زندگی روتین و کارمندی ساده داره. این مرد اسمش معلوم نیست، برای همین بهش میگیم راوی. دلخوشش اینه که لوازم مختلف برای خونش بخره، اما هیچ چیزی حالش رو دیگه خوب نمیکنه. علاوه بر این، به خاطر سفرهای زیاد کاریش مدام دچار جت لگ میشه و زمانو همش گم میکنه. البته که مدتی حتی شبا هم نمیتونه بخوابه و انگار اینسومنیا یا همون بیخوابی گرفته. وقتی هم میره پیش دکتر، بهش میگن که بیماری عجیبی نداری و به خاطر درگیریاتی که نمیتونی بخوابی. حتی وقتی میگه یه وقت هم تو جاهای عجیب غریب به خواب پا میشم، دکتر توجهی نمیکنه. هرچی هم مرد اصرار میکنه بهم دارو بدید، دکتر میگه نیاز نیست، فقط به چند ساعت خواب آروم نیاز داری. مردم میگه خیلی درد دارم میکشم، و دکتر میگه اگه فکر میکنی خیلی دردت زیاده، یه بار برو به جلسه های گروه درمانی افرادی که از سرطان درمان شدن، ببین اونا چه دردی کشیدن. خلاصه که شخصیت اصلی فیلممون هم این توصیه رو جدی میگیره و اولین شب به یکی از جلسات میره و متوجه حرفای مردی به اسم باب میشه که بیزهاش به خاطر سرطان از دست داده و تستوسترونش خیلی زیاد بوده. دیگه نیازی نیست به ما هاشم اشاره کنم. خلاصه که بعد صحبت ها همه افراد هم بغل میکنن و مرد ما هم بابو تو آغوش میگیره، اما همین بغل انقدر احساسیه که دوتای اشک میریزن و گریه باعث میشه بعد از مدت ها یه شب راحت بخوابه. خلاصه که رفتن به این جلسات میشه کار هر شبش، تا یه شب که دختر به اسم مارلا هم به گروه میاد. مشخصا مارلا هم مثل شخصیت ما الکی به این جلسه ها اومده و تظاهر میکنه مشکل داره تا بتونه پیش بقیه بمونه. چند بار که همو میبینن دوباره بیخوابی مرد شروع میشه، چون مارلا رفته روی مخش. برای همین شب بعدی با دختر حرف میزنه و میگه من جایی که یه دروغگو مثل تو بیاد راحت نیستم، باید تنها باشم. برای همین برنامه میریزن که هر کدوم به جلسه های مختلف برن و با هم یه جا نباشن. شمارهشون هم رد و بدل میکنن که اگه خواستن یه موقع جابجا کنن با هم دیگه تماس بگیرن. جالبه که حتی این موقع هم مرد اسم کاملش رو به مارلا نمیگه. دوباره زندگی عادی شروع میشه و مرد به یکی از سفرهاش میره که توی هواپیما با مردی به اسم تایلر آشنا میشه. تایلر فروشنده صابونه و در حال صحبتن که یه چیز جالب میگه. تایلر میگه ماسک‌های اکسیژن تو هواپیما مواد مخدر تولید میکنن، فقط هم برای اینن که موقع سقوط مسافرها بزنن به صورتشون و تحت تاثیر مواد با آرامش بیشتری بمیرن. همین صحبت هم با هم صمیمیشون میکنه و شماره همون میگیرن. پرواز میشینه و شخصیت اون متوجه میشه چمدونش اشتباهاً به جای دیگه رفته. فکر میکنه دیگه بدترین اتفاق براش افتاده، اما همین که به خونه خودش میرسه کلی ماشین آتش‌نشانی میبینه و متوجه میشه واحد خودش تو این آپارتمان 15 طبقه آتیش گرفته و همه چیز سوخته. اون که دیگه جایی برای رفتن نداره، بناچار شماره تایلر رو میگیره و ازش میخواد که همو ببینن. توی بار قرار میذارن و بعد اینکه جریان رو تعریف میکنه، تایلر بهش میگه اصلا قصه مال دنیا رو نخور، وگرنه به جای اینکه اموالت برای تو باشن، تو میشی برای اونا و زندگی کلا بی ارزش میشه. خلاصه که بیشتر صحبت میکنن و میفهمیم تایلر نه تنها فروشنده صابونه، بلکه توی هتل به عنوان گارسون کار میکنه و در کنارش هم بعضی وقتا تو سینما نقش آپاراتچی رو داره. اینجور موقع برای خنده چند تا سکانس کوتاه از فیلم های مستهجن هم جدا میکنه و وسط فیلم ها جدی میچسبونه که بیننده ها ببینن و بخندن. توی رستوران و هتل هم برای تفریح تو غذای مشتری های بیادبش دستشویی میکنه. کلا زیاد دنبال اشغالشه و اصلا به فکر کارش نیست. در آخر هم تایلر مردم رو میخواد که بره خونه اون و یه مدت بمونه تا آپارتمانش درست بشه. جلوی در بار که میرسن، تایلر رو میکنه بهش و میگه منو بزن. مرد سردرگم میمونه و تایلر کلی اصرار میکنه که در آخر اونم این کار رو انجام میده. حالا نوبت تایلره و یه ضربه محکم به راویمون میزنه. جالبه که جای درد کشیدن میگه چقدر کیف داد و شروع میکنن به زدن هم. میرسن به خونه که کاملا خراب است و همه چیزش داغونه. تایلر میگه نگران نباش، کسی نمیاد اینجا و خیلی وقت توش زندگی میکنم.
زندگی روتایشون شروع میشه و هر شب میرن به همون بار و موقع خروج همون دعوای الکی و راه میرزن و انگار کتک خوردن هم روحشون ارضا میشه. کم کم مردم دیگه هم دورشون جمع میشن و حتی اونا هم شروع میکنن به در آوردن ادای این دو نفر و همون کتک میزنن. همین میشه شروع باشگاهی به اسم باشگاه مشتنی. با هماهنگ صاحب بار به زیر زمینش میرن و هر شب گروهی اونجا جمع میشن و همون میزنن. این باشگاه مشتنی یه قانون مهم داره و اینه که هیچ وقت نباید راجع بهش با کسی حرف بزنن. ولی خب مشخصه کسی بهش گوش نمیده چون هر روز تعداد اعضا بیشتر میشه و مشخصه مردا به دوستاشون در موردش میگن. دیگه این شده کار هر روزشون تا اینکه یه روز شخصیت ما توی خونه است و تماسی از مالا دریافت میکنه. دختری که قبلا تو جلسه ها بود. مالا صداش عجیبه و میگه یه قوطی کامل قرص آرام بخش خوردم و میخوام بخوابم اما نمیخوام خودمو بکشم. مرد که اصلا حوصله نداره تلفن رو میذاره همونجا اما قطع نمیکنه و میره دنبال کاراش. سکانس بعد میبینیم که مرد انگار خوابه و مالا رو در حال رابطه جنسی میبینه. وقتی چشماشو باز میکنه یه دفعه مالای واقعی از یه اتاق میاد بیرون و اونم که سردرگم میپرسه اینجا چی کار میکنی. مالا هم با عصبانیت از خونه میره بیرون. تایلر هم میاد بیرون و حالا مرد میفهمه که مالا با تایلر بوده. روز قبلی که زنگ زده تایلر اتفاقی تلفن رو برداشته و با شنیدن حرفای مالا رفته دنبالش. دوتایی از خونه میزنن بیرون و وقتی به اینجا میان با هم رابطه دارن. خلاصه که تایلر میگه حواست باشه اصلا راجع به من با مالا حرف نزن چون ازش خوشم نمیاد و نمیخوام زیاد بیاد پیشم. حتی از مرد قول میگیره که به این حرفش گوش کنه. رابطهش با مالا هم ادامه داره و چند شب بعدی مردمون مدام صدای رابطه جنسی این دوتا رو میشنوه و کلافه میشه. روز دیگه ای میرسه که پلیس به خونه زنگ میزنه. مرد جواب میده و پلیس پشت خطه. بهش میگه یه مدل دینامیت تو خونت استفاده شده بوده و همین باعث شده آتش‌سوزی بشه. شاید کی میخواسته اذیتت کنه. اونم نمیفهمه جریان چیه و آخر شب به پیشنهاد تایلر میره کمکش که برای کار فروش صابوناش یه سری لوازم بیارن. تایلر اونو میبره پشت مرکز جراحی زیبایی و از میون آشغالا پلاستیک پر چربی انسان برمی‌دارن. میارنش خونه و شروع می‌کنن به انجام عملیات تبدیلشون به صابون. تایلر هم تعریف می‌کنه که چقدر راحت میشه از یه صابون یه دینامیت فوق‌العاده قوی ساخت. همینطوری دارن حرف می‌زنن و یه رفعه به راوی میگه که دستتو بیار جلو. بعد محکم دستشو میگیره و یه پودر اسیدی قوی روش می‌ریزه. مرد فریاد می‌کشه و گریه می‌کنه اما تایلر دستشو ول نمی‌کنه. سرش داد می‌زنه که این دردو باید بپذیری. جای اینکه خودتو آروم کنی، حواستو بخوای پرت کنی، سعی کن قشنگ حس کنیش. مرد خواهش می‌کنه و تایلر میگه ازت می‌خوام از امروز زندگیتو تغییر بدی و مثل قبل نباشی. یه روز خیلی ساده می‌میری و می‌فهمی که هیچ ریسکی تو زندگیت نکردی. اون موقع است که پشیمون میشی. دست خودش هم نشون میده که دقیقا مثل این مرد سوخته و در آخر با ریختن یه صابون دردش رو تموم میکنه. دفعه بعدی که مرد میره سر کار، رئیسش میاد طرفش رو با دعوا یه کپی از قوانین باشگاه مشتنی رو نشون میده. میگه که تو داری از اینجا برای خودت استفاده شخصی میکنی. اما مردمون که انگار واقعا اخلاقش تغییر کرده بهش میگه دفعه بعدی بیرون مخم یه تفنگ میارم و هر کی اینجا سو میکشم. همین لحظه هم تلفن زنگ میخوره و دوباره مالاس. بهش میگه بیا چون این برآمدگی روی سینه‌ام و میخوام مطمئن شم چیزی نیست. اونم میره خونه مالا. وقتی این پرسه که چرا جای تایلر من زنگ زدی، مالا دوست نداره جواب بده. در آخرم با خدافظی از هم جدا میشن. مرد توی خیابون بابا میبینه که حالا خیلی خوشحال و انگار عوض شده. باب میاد طرفش و با ذوق میگه اون جلسه های درمانی که میرفتیم چرت بودن. من یه جای خیلی بهتر پیدا کردم اما نمیتونم بهت بگم کجاست. مرد که میفهمه منظورش باشگاه مشتنیه لبخندی میزنه و از اینکه کل خبر باشگاهشون به کل دنیا داره پخش میشه خیلی خوشحال میشه. همیشه هم با هم به مبارزه میرن و باب موفق میشه مرد لای سینه‌اش نگه داره و کاری کنه تسلیم شه. انگار حالا نقطه ضعفش شده دلیل پیروزیش، یعنی سینه‌اش. خلاصه که همین شب و وسط مبارزه های باشگاه یه رفع سرمایه‌داری سر میرسه و میگه باید خیلی سریع از اونجا برید. این مرد صاحب اصلی باره و اسمش هم لوه و میخواد همه رو بیرون کنه که تایلر یه رفع میره سمتش و میگه ما جایی نمیریم. لو تایلر رو حسابی کتک میزنه اما اون بازم کم نمیاره، به دست و پای لو میفته. بعدی که حتی خون صورتش میریزه روی لو و اونم که حسابی از تایلر ترسیده میگه این روانی رو ازم جدا کنید، باشه اصلا اب نداره اینجا بمونید تا هر وقتی که دلت میخواد. بعد رفتنش هم تایلر به اعضای باشگاه میگه ازتون میخوام فردا با یه نفر تو خیابون همینطوری الکی دعوا کنید ولی بذارید طرف کتکتون بزنه و دعوا رو پیروز بشه. بر اساس همین حرف همه همین کارو انجام میدن و شخصیت ما هم روز بعد میره سر کار و تو اتاق رئیس شرکت میشینه. بهش میگه باید من یه پول زیاد بدین وگرنه همه فسادی که اینجا هست رو به پلیس لو میدم. رئیس قبول نمیکنه و فقط میگه اخراجی. یه دفعه مرد شروع میکنه به کتک زدن خودش. مثل دیوونه ها همه صورت و لباساش خونی میشه و حتی میز اتاق هم با خودش میشکنه. بعد میره جلوی رئیس شرکت و با التماس میگه برام یه حقوق عادی در نظر بگیر، تو رو خدا کتکم نزن که پامو اینجا نمیذارم. همین لحظه نگهبانا میان تو و با دیدن این صحنه فکر میکنن که رئیس شرکت این مرد کتک زده و ترکوندش. برای همینم تو سکانس
بعد شخصیتمون رو در حال خروج از شرکت میبینیم که یه چک به اندازه حقوق یک سال خودش تو دست داره و علاوه 48 بلیط هواپیمای رایگان. خلاصه که دوباره زندگی پرهیجان شده در پیش میگیره و یه شب میرسه که تایلر به همه اعضای باشگاه مشتنی یه سری کاغذ و دستور میده. بعد از دستورا همه شروع میکنن به آشوب توی شهر، تابلوها رو میشکنن، مجسمه ها رو داغون میکنن و کلی از این کارا. مرد ما هم همراه تایلر مشغول همین کارن و میرسن به مغازه‌ای که تایلر با اسلحه میره تو و مغازه‌دار رو میاره بیرون. حسابی وحشت زده شده و تایلر سرش داد میزنه که قبلا آرزو چی بود. اونم با ترس میگه میخواستم دامپزشکم. تایلر فریاد میکشه از فردا میری سر همون هدفت، اگه یه ماه دیگه بیام اینجا و کاری برای هدف دامپزشک شدنت انجام نداده باشی میکشمت و بعدم ولش میکنه. بعد به راویمون میگه این مرد از فردا که چشماشو باز کنه همه دنیا رو جلوی دیگه میبینه. چند روز دیگه هم میگذره و یه شب شخصیت ها میفهمه که تایلر یه سری تخت خواب به خونشون آورده. یه سری آدم جلوی در نشستن و هیچ کاری نمیکنن. تایلر توضیح میده که این آدما قراره بیان اینجا بمونن و به هدفامون کمک کنن. میخوام مثل نوچه هامون بشن. بعدم شروع میکنه به قبول کردن یه سری و مدام براشون از بدی های دولت و مشکلات طبقاتی و مهمتر از همه مصرفگرایی صحبت میکنه. انگار خیلی از قبل جاه طلبتر شده و میبینیم کم کم یه ارتش برای خودش راه میندازه. حتی شخصیت هم میبینه که با برنامه‌ریزی این گروه چند تا از آپارتمان آدمای پولدار بورس منفجر میشه. رئیس پلیس شهر هم سخنرانی میکنه و میگه همه این آشوب‌های جدید زیر سر گروهیه به اسم باشگاه مشتنی و مامورانو فرستادیم که در موردشون تحقیق کنن. شخصیتمون که دیگه خیلی به همه چی شک داره بقیه این بورس چرا این کارو کردید و اونا هم میگن یکی از مراحل بزرگترین پروژمون یعنی پروژه میهمه، اما نمیتونیم اطلاعات بیشتری بهت بدیم چون قانونمون اینه که باهاش با کسی حرف نزنیم. چند روزی میگذره و میبینیم که چند تا از اعضای باشگاه با شخصیت اصلیمون و تایلر به عنوان گارسون دارن کار میکنن. رئیس پلیس شهرم اومده تو همین رستوران و وقتی میره دستشویی همه میرن دنبالش. حالا میگیرنش و در حالی که تهدید به بریدن دم و دستگاهش میکنن ازش میخوان دیگه در مورد باشگاه مشتنی تحقیقی انجام نده. جالبه که تایلر به رئیس پلیس میگه مایی که داریم این کارو با شهر میکنیم و نابودش میکنیم همونایی هستیم که برای امثالت غذا میپزیم، موهاتونو میزنیم، ماشیناتون درست میکنیم و همه زندگیتون دست ماست، پس سعی کن با همون در نیافتی. اونم قول میده همه چی متوقف کنه و اعضای گروه سری هم محل در میرن. حالا شخصیتمون خیلی از تایلر عصبیه چون بهش نگفته بوده برنامه اینجاشون چیه و اصلا در جریان پروژه میهم نبوده. عصبانیتش انقدر زیاده که شب تو باشگاه مشتنی بیش از حد وحشی میشه و شروع میکنه به اوتک زدن حریفش تا حد مرگ. بعدم با تایلر سمت خونه راه میافتن که دعواشون تو ماشین ادامه داره. تایلر میگه این پروژه میهم برای همه اعضای باشگاه، نه فقط من و تو، برای همین همه باید در موردش تصمیم بگیرن، نه فقط من، نه فقط تو. یه دفعه فرمون رو میچرخونه و شروع میکنه به روندن تو لاین خلاف جاده. بعدم فرمون رو ول میکنه و به شخصیتمون میگه تو باید زندگی قبلی تو فراموش کنی. اون موقع همش تنها بودی و هر کاری که دلت میخواست میکردی و هر کاری میخواستی نمیکردی، اما الان عضو یه گروهی، باید یاد بگیری که با گروه یا جامعه دورت همزمان حرکت کنی. مرد میخواد فرمون رو بگیره اما تایلر نمیذاره و سرش داد میزنه که بس کن، نمیخواد همه چیز رو اینقدر کنترل کنی. همین لحظه تصادف میکنن و میگفتن ته دره. کلی مجروح شدن اما هنوز زندن. تایلر در حالی که دوستشو بغل کرده بهش میگه ما یه تجربه نزدیک به مرگ داشتیم، حالا همه چیز برات تغییر میکنه. روز بعد که شخصیت اون بیدار میشه تایلر رو تو خونه نمیبینه. بقیه افراد باشگاه دارن خیلی عادی کاراشون رو میکنن و این خیالشون هم نیست. مرد متوجه یه سری نامه و آدرس روی دیوار میشه اما یکی از اعضا نمیذاره نگاهشون کنه و میگه همه چیز تحت کنترل، نگران نباش. شب شده و هنوز خبری از تایلر نیست که مارلا سر میرسه. مرد میره جلوش و میگه تایلر اینجا نیست، دنبالش نگرد. مارلا با عصبانیت از اونجا میره. همین لحظه چند تا از اعضای باشگاه از بیرون میان و همشون ترسیدن. میگن توی یکی از مأموریت‌ها باب تیر خورد و میارنش داخل که حالشو خوب کنن. توضیح میدن که رفته بودن یه مجسمه رو توی یه شرکت سرمایه‌داری بترکونن که پلیسا اومدن و باب تیر خورده. خلاصه که دیگه مرد خیلی به هم می‌ریزه و میخواد هر جوری شده تایلر رو پیدا کنه چون داره خیلی بیش از حد همه چی رو بد پیش می‌بره. برای همین هم چند روز شروع می‌کنه به گشتن تو همه پاتوقاشون و حتی با هواپیما به شهرهای دیگه هم میره تا باشگاه‌های مشتنی دیگر هم پیدا کنه، اما تایلر هیچ جا نیست. به یه بار میرسه که گارسونش عضو باشگاهه و به مرد میگه خوش برگشتی. اون شوکه میشه چون اولین بار اومده اینجا و ازش این پرسه منو از قبل میشناسی؟ گارسون که فکر میکنه این یه آزمونه هیچ حرفی نمیزنه، اما مرد بهش کلی خواهش میکنه تا جواب بده و یه دفعه گارسون میگه آره میشناسمت.
تو تایلری دیگه. مرد که رنگش میپره سری برمیگرده به هتل و به گوشی مارلا زنگ میزنه. ازش میپرسه ما تا حالا با هم رابطه جنسی داشتیم؟ اونم میگه آره تایلر، معلومه که خیلی وقت تو رابطه ایم. یه دفعه تایلر تو اتاقی ظاهر میشه و بهش میگه مگه نگفتم هیچ وقت راجع به من با مارلا حرف نزن. بعد میگه تو همه چی رو انکار میکنه ولی در اصل خودت بودی که همه کار رو کردی. خوب فکر کن. و وقتی مرد بهش گوش میده کم کم همه لحظه‌های قبلی رو یادش میاد که خودش به جای تایلر همه کار رو میکرده. یعنی اون و تایلر یه نفرن. تایلر میگه تو میخواست زندگی روتین و مسخره تغییر کنه و من برات ظاهر شدم. مرد میگه ولی تو همه اون کارهای مختلفو داری. و تایلر میگه همه اون شغلا رو خودت داشتی. شبا به خاطر بیخوابیت میرفتی اون کارا رو انجام میدادی. مرد زبونش بند اومد و تایلر دوباره میگه مارلا از همه برنامه‌هامون مخصوصا پروژه میهم ممکنه با خبر شه، باید حواست رو بیشتر بهش جمع کنی. و شخصیتمون که از الان به بعد با اسم واقعیش یعنی تایلر صداش میکنیم از حال میره. چشمش که باز میکنه سری با پرواز برمیگره و میبینه که همه خونه نابود شده و به هم ریخته. کاغذهای به هم ریخته رو میخونه و میفهمه زمان اجرای پروژه میهم رسیده. پروژه‌ای که ظاهرا خودش هم توی برنامه‌ریزیش نقش داشته و قراره یه سری ساختمان مهم بیمه، بانک و جاهای مهم دولتی نابود شن. بلکه اینطوری خیلی مدارک در مورد شهروندهای بیگناه و وام‌هایی که گرفتن از بین بره و زندگیشون از قرض بیرون بیاد. تایلر سعی میکنه به شرکت‌هایی که میخوان به ترکن زنگ بزنه و خبر بده، اما میفهمه حتی مدیرای شرکت‌ها هم عضو باشگاه مشتری ان و از قبل همه چی رو برای برنامه هماهنگ کردن. به ناچار همه کاغذا رو برمی‌داره و با تاکسی میره پیش مارلا. بهش میگه باید همین الان شهر خارج چی جون تو خطره و بعد قانع کردنش اونو میفرسته تو اتوبوس و برمیگره به پایگاه پلیس تا همه چی رو لو بده. با کارگاه اصلی صحبت میکنه و همه هدف و برنامه پروژه میهم میگه که کارگاه هم میره تا قضیه رو بررسی کنه. یه دفعه چند تا دیگه از مامورا به تایلر میگن ببخشید ولی خودت تاکید کردی هر کسی پروژه رو لو داد بیزه هاشو در بیاریم. یه دفعه میافتن به جونش و حالا که میدونیم همش عضو باشگاه مشتنیان میخوان مردو عقیم کنن که کارگاه اصلی پرونده دوباره برمیگرده. تو همین حواس پرتی هم تایلر موفق میشه اصلا یکی از مامورا رو برداره و با تهدید همه از پایگاه پلیس در بره. به ناچار تنهایی میره سراغ یکی از ساختمان‌های هدف و توی پارکینگش ماشین رو میبینه که پر از مواد منفجره. با خودش میگه اگه خودم بمبو ساختم پس بلدم خونسا کنمش. و به محض بریدن سیمی که بمبو از کار میندازه تایلر خیالی کنارش ظاهر میشه و شروع میکنه به زدنش. این در حالیه که دوربین‌های مخفی هیچ کس دیگه رو نشون نمیدن و مشخص تایلر واقعی داره خودش رو میزنه. تو همین دعوا از پله‌ها میفته پایین. وقتی چشمشو باز میکنه میبینه که رو صندلی بسته شده. تایلر خیالی هم اسلحه تو دهنش گرفته. مرد بهش میگه تو رو خدا همه چی رو بس کن. اما تایلر خیالی میگه این اتفاق باید بیفته تا مردم آزاد شن. اونا تو مصرف گرایی افتادن و هیچ لذتی از دنیا نمیبرن. به خاطر اینکه بتونن با مد روز زندگی کنن کلی قرض و وام گرفتن و همینا داره میکشتشون. برای همین باید این اتفاق بیفته که حالا همه خوب شه و یه شروع جدید داشته باشن. هیچ کسی هم قرار نیست بمیره چون ساختمونا کاملا خالی شدن و فقط مدارک توشون قرار نابود شن. تایلر واقعی یه لحظه متوجه میشه که اگه این آدم جلوش خیالیه و خودشه پس در واقع اسلحه‌ای که دستشم باید تو دست خودش باشه و همین که اینو میگه این اتفاق میفته. به تایلر خیالی میگه چشمامو روی واقعیت باز کردی. یه دفعه اسلحه واقعی رو میذاره تو دهن خودش و یه شلیک میکنه که گلوله از کنار فکش بیرون میاد و از درد فریاد میکشه. اما تایلر خیالی انگار به خاطر همین گلوله میمیره و ناپدید میشه در حالی که تایلر واقعی فقط زخمی شده. چند لحظه بعد اعضای باشگاه سعی میرسن و مارلا رو با خودشون میارن. انگار از اتوبوس برش گردوندن. تایلر میگه دخترو ولش کنید و خودتون برید بیرون. دیگه حالم خوبه. مارلا نمیدونه جریان چیه و میگه چرا این همه آدم فرستادی دنبالم. زخم رو فک تایلر رو نگرانش میکنه اما تایلر میگه چیزی نیست و همه چیز درست میشه. یه دفعه انفجارا شروع میشن و ساختمان‌های متعدد منفجر میشن. تایلر به مارلا میگه ببخشید منو تو زمان بدی از زندگیم شناختی. بعد از همو میگیرن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. به قسمت تحلیل فیلم فایت کلاب رسیدیم و من واقعا نمیدونم چی بگم به خاطر اینکه وقت کمه. یعنی هر چقدر بخوام راجع بهش صحبت کنم بازم وقت کم میادش به خاطر اینکه خیلی توش صحبت‌های مختلفی میشه. یعنی من میتونم همون سکانس اول فیلم تحلیل رو شروع کنم، برسم به همون جایی که تایلر در مورد کارش توی سینما توضیح میده که فیلم‌های مستعجل و لای فیلم‌های اصلی پخش می‌کنه، برسم به اون جایی که اصلا شخصیت باب چه معنی داره و تا آخرش که اون ترکیدن ساختمونا چه حرفی پشتشون بود. همه اینا هر کدومش تک تک سکانس های حرف خیلی مهمی پشتشون داره ولی وقت کمه و مجبورم که قسمت های مهمش رو فقط بهتون بگم. برای
همین پیشنهاد بینم که حتما خودتونم چند بار این فیلمو ببینید. شخصیت اصلی فیلممون توی فایت کلاب که توسط ادوارد نورتون هم بازی میشه و واقعا هم فوق‌العاده نقش بازی میکنه، در مورد کسی هستش که یه زندگی خیلی روتین داره، یه کارمند مثل خود من. من یه زندگی خیلی عادی دارم و الانم دقیقاً به شرایطی رسیدم که مثل فایت کلاب دارم میشم، جایی که آدم هر روز میره سر کار، هر روز سر یه ساعتی پا میشه، سر یه ساعتی میاد خونه، تو اون تایم مجبوره رئیس شرف شنوی داشته باشه، مجبوره به هر چیزی چشم میگه و کلاً یه زندگی خیلی عادی مثل 90% آدمهای دنیا. و توی فیلم میاد نشون میده که سیستم چرا داره افرادی مثل این شخص رو تربیت میکنه، افرادی مثل منو تربیت میکنه، افرادی مثل شما. همه بیننده های فایت کلاب همون شخصیت اصلیش میتونن باشن. خلاصه که میاد نشون میده این افراد زندگی عادی دارن و سیستم و دولت هیچ وقت بهشون اهمیت نمیده. همونطوری که این شخص میره پیش دکتر و میگفت حالم بده، بیخوابی گرفتم، و حرفی که دکتر بهش میزد این بود که برو توی جلسه های درمانی ببین چه آدمای بدبختر از تو. یعنی نمیاد دردشو درمون بکنه، میاد براش عادی سازی رو انجام میده، بهش میگه که تو دردت درد نیست، فقط داری توهم میزنی که درده، برو ببین چه آدمای بدبختری هن. همین یه سکانس کافیه که دیوید فینچر این حرفو بکوبه تو صورت ما که چجوری سیستم داره شما رو نابود میکنه، با اینکه بهتون بفهمونه شما خیلی آدمای عادی هستید و خیلی از شما بدبخترن. همین که هی شما به فرد پایینتر از خودت نگاه کنی، بالاتر از خودت نبینی، باعث میشه که هیچ وقت دست به طغیان نزنی و همون برده یه بله چشمگو بمونی. خلاصه که خیلی قشنگ میاد تو همین اوایل فیلم ما نشون میده که با چه فیلمی طرفیم و چقدر پوچگرایی دیوید فینچر توی فیلم داره به چشم میخوره. داره ما میگه که سیستم همینه، یعنی پوچیش خیلی زیاده، تو هم نمیتونی کاری بکنی، مگر اینکه از اینجا به بعد فیلمو بهمون نشون میده اینکه شخصیت اصلیمون یه روی دیگه داره، یه شخصیت درونی داره که همیشه خفه شده، هیچ وقت نتونسته اون رو تو زندگی واقعی ببینتش. فردی به اسم تایلر، کسی که دقیقاً لباس پوشیدنش برخلاف شخصیت اصلیمونه، کت شلوار کارمندی نمیپوشه، یه تیپ چرمی خیلی اسپورت میزنه، کلاً اخلاقش با اون فرق داره، یه آدمیه که خیلی سرکشه، سیگار میکشه، به هیچ چیزی اهمیت نمیده و فقط میخواد به یه آزادی درونی برسه. میره شیشه ماشینا رو میشکونه، میاد انقلاب میکنه، میاد آشوب راه میندازه، همه کاری میکنه و این روی دیگه خود شخصیت اصلیمون بود. یعنی همه آدمها که گفتم از همون اول تمام بیننده ها شخصیت اصلین، یعنی داره دیوید فینچر میگه که همه ما این روی دومو داریم، فقط هیچ وقت نمیبینیمش. شخصیت اصلی ما به جایی میرسه که میتونه باهاش ملاقات بکنه و در واقع توی شب هایی که نمیدونست چه کار میکنه داشت همون کارا رو انجام میداد. یعنی روی دیگه‌اش بود که باعث میشد کارهای مختلف داشته باشه، بره یه تیم خفن جمع بکنه، خیلی جاها بره ساختمون بترکونه، کلا خیلی کارهای عجیب غریبی انجام بده. برای همین هم هست که وقتی که میفهمه تایلر یه نصف دیگه خودشه، خیلی براش سخت و خیلی شوکه میشه، چون نمیتونه باور کنه که خودش اینقدر آدم آرومی بوده و اینقدر زندگی عادی و روتینی داشته تونسته باشه این کارا رو انجام بده. یعنی ترسش، اون شوکه شدنش از توهم زدنش نیست، از اینکه تا الان یه توهم داشته تو ذهنش نیست، از اینه که چجوری میتونسته همه این کارها رو انجام بده. این خیلی فرق داره با چیزی که عادی میشه ازش برداشت کرد. خلاصه که دیوید فینچر میاد ما اولین شخصیت روتینه رو نشون میده، بعد میاد روی دیگه‌شون نشون میده، یعنی همه ما بهمون میفهمونه که این دوتا رو داریم. بعد میاد میگه که این دنیای پوچ، این دنیای داغون، این دنیای تاریک، این دنیای ابزوری که کلن هیچ چیزی توش خوب نیست و همیشه یه سیستم داره آدم ها رو کنترل میکنه، یه جوری درست میشه. اون چیه؟ اون با آشوبه، با اینکه یه آدم بیاد با همون روی دوم خودش کل کنترل شهر رو به دست بگیر و آشوب راه بندازه. این آدم شخصیت اصلیمون اومد با کمک تایلر باشگاه مشتری را انداخت که نماد شکل گیری یه دونه تغییر بزرگ بود و آدم های دیگه هم که همه مثل شخصیت اصلی بودن عضوش می‌شدن. همه اینا با کمک همدیگه تونستن از روی دومشون، از اون روی انقلابگر و آشوب طلبشون استفاده بکنن و با ترکوندن تمام ساختمان‌های شهر، همون سکانس قشنگ و فوق‌العاده آخر فیلم، به ما بفهمونن که این تغییر بالاخره نتیجه داد. یعنی همه اینا ترکید، همه این سیستم منفجر شد، کل امنیت شهر رو از بین بردن و آخرش هم نمیفهمی که همه چیز درست میشه یا نمیشه، ولی اینا تلاششون رو میکنن برای اینکه به همون هدف والای خودشون برسن. چیز جالب دیگه که توی فیلم ما بهش توجه بکنیم اینه که چرا اصلا شخصیت اصلی ما رو میفرستن تو گروه های درمانی سرطانی ها. به خاطر اینکه سرطانی ها انگاری یه مرحله از زندگیشون بوده که همه چی رو از دست دادن و همون سرطانش شناخته شده، شیمی درمانی گذروندن و به هر حال همه چی گذشت و همه چی رو از دست دادن، ولی در آخر خوب شدن و حالا میخوان با تمام قدرتشون برگردن سر زندگی بهتر از قبل، مثل همون شخصیتی که دیدیم، یعنی باب، با اینکه بیزاش از دست داده بود میخواست به زندگی عادیش دوباره برگرده.
حالا شخصیت اصلی ما میره اینجا به خاطر اینکه خودش فکر میکنه که یه زندگی خیلی خوب داره، یه زندگی متعالی داره، یه زندگی عادی داره و خونه ای که داره، آپارتمانی که داره، دیدی که توش همیشه داره لوازم میخره و داره بروزش میکنه. یعنی یه آدم مصرفگرایه که همش با اینکه هیچی نداره داره یه زندگی متمدن تو ساختمون خودش میسازه که فکر کنه خیلی خوشبخته. اون آپارتمان شده همه که زندگی شخصیت اصلی بود و وقتی که آتیش میگیره تبدیل میشه به همون آدم های سرطانی که داشتیم بیردیم. یعنی انگار یه لحظه همه چیزش رو، همه زندگیش رو از دست میده اون لحظه که میبینه آپارتمانش سوخته و بعد از اونه که میره بشه تایلر و زندگیش با اونو شروع میکنه. یعنی لحظه ای که همه چیزش رو از دست میده به یه صفر مطلق میرسه و میفهمه که هیچ چیزی توی زندگیش دیگه قشنگ نیست، با اون روی دیگه خودش آشنا میشه و تصمیم میگیره که یه تغییر بزرگی ایجاد بکنه، تغییری که باعث میشه بره تو روی رئیسش وایسه، بره همه چی رو تغییر بده، بره اونجا جلو رئیسش خودش رو بزنه، بترکونه، کلا یه آدم خیلی عوض شده خودش بسازه. آخر فیلمم سکانس جالبش همون لحظه ای که میگیره تو صورت خودش شلیک میکنه و تایلر میمیره اما خودش زنده میمونه، یعنی تایلر دروغیو میکشه. این سکانس خیلی جالبه به خاطر اینکه دیوید فینچر، یه سری ها معتقدن که برای اینکه بهش نگن آشوب طلبی و اینا این کارو انجام داره، ولی به نظر من نه، دیوید فینچر خیلی کله خر تر از این حرفاست که بخواد به خاطر حرف مردم و آشوب طلبی و این چیزها یه سکانس به این مهمی تو فیلمش بیاره. به نظر من این سکانس ساخت که به ما نشون بده لحظه آخر، لحظه‌ای که دیگه اون تایلر تخیلی همه کاراشو انجام داده بود، مأموریتش با موفقیت انجام شد، ساختمونا با اون گذاری شدن، همه چیزش تموم شد، دیگه کاری نداشت که انجام بده و در اصل شخصیت اصلیمون با تایلر دوباره یکی شدن به خاطر اینکه تایلر اومده بود یه سری مأموریت انجام بده و همش تموم شد. دیگه غیر از این اگه وجود داشت خیلی الکی بود. در اصل این سکانس میاد دیوید فینچر ما نشون میده که طرف میاد تایلر ذهنشو میکشه به خاطر اینکه دیگه خودش قبول کرده همون تایلر است. یعنی در واقع این سکانس رو انجام میده که نشون بده دیگه جفتشون یکی شدن، دیگه فقط یه شخصیت اصلی داریم و اون همون کسیه که تایلر تخیلی هم توی واقعیتش وجود داره که میاد دست مالیا رو میگیره و میگه ببخشید دیگه دوران بعدی از زندگیم وارد شدی و دیگه انگار براش عادی شده، شرایطو داره قبولش میکنه که من اینم، من این کار رو انجام دادم. خیلی خفنه اینجا. خلاصه که میگم خیلی تو فیلم حرف میشه زد، همون مصرف‌گرایی که بارها و بارها گفتم و داریم همه جای فیلم میبینیم، مخصوصا توی همون آپارتمان شخصیت اصلی که کلن همش داره مجله میخونه، توی کارش هم توی تبلیغات و این چیزاست و همش داره این مجله ها رو میخونه تحت تاثیر تبلیغات و اون پروپاگاندایی که سیستم داره انجام میده، اون تبلیغات و حرفایی که میزنه، میره پولش رو دوباره میده به خود همون دولتیا، یعنی پولو از سیستم میگیره میده به خودشون تا یه وسیله دیگه بخره و فکر کنه که خوشبخته. این مصرف گرایی یا خیلی خیلی فوق العاده میاد نشون میده، اصلا نمیتونم توصیفش بکنم انقدر در موردش حرف زدن برام ذوق داره. جدا از این تحلیلی که حالا گفتم و خیلی حرفا نظرمون به خاطر اینکه نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، یه چیز مهم دیگه هم هست که باید بهتون بگم. دقت بکنید که توی فیلم هیچ سکانسی نیست که شخصیت اصلی ما تایلر تخیلی و مالا همزمان ستای توی اتاق باشن، به خاطر اینکه میخواد ما بفهمونه، یعنی از همون اول داره ما نخ میده که این دو نفر یکی ان و نمیتونن دو تا آدم جدا باشن، داره از اول بهمون نخ میده به خاطر اینکه اگر ستای توی اتاق بودن همه چیز لو میرفت و هفت کافی بود که یه بار شخصیت ما اسم تایلر رو صدا بکنه و مالا همون لحظه شک میکرد و کلا همه چی به هم میزد میرفت، یا شخصیت اصلی اون میفهمید که کلا تایلر الکیه. برای همینه که هیچ وقت ستای توی اتاق قرار نمیگیره و به نظرم خیلی نکته جالب و ریزیه این. دیگه همین، اگر قسمتی از فیلم مون که توضیحش ندادم و قطعا هم مونده ببخشید به خاطر اینکه وقت کمه، اگه وقت بشه دوست داشته باشید یه روز حتما یه ویدیو میذارم و فقط این فیلمو بررسی میکنم به خاطر اینکه نزدیک به 2 ساعت 3 ساعت فقط میتونم راجع به فکت‌ها و نکته‌های مهمش صحبت بکنم که کلا زندگی آدما رو تغییر میده، واقعا فوق‌العاده است. پیشنهاد میدم حتما چند بار ببینیدش. لایک کامنت ساب یارتون نره، زندگی روتینتون گیر نکنید، همیشه تغییر بدیدش. روزتونم گلسی.